در این بخش قصد داریم با هم یک پروژه مدل سازی رو انجام بدیم. توی این شکل میتونید مدل نهایی مورد نظرمون رو ببینید. این مدل یک واتر پمپ خودرو هست که همونطور که مشاهده میکنید از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. نکته اصلی و در واقع جنبه آموزشی این مثال مربوط میشه به این قسمت مدل که سطح مقطع متغیری داره و با استفاده از دستور لافت ایجاد میشه. ما دستور لافت رو در مجموعه آموزشی مقدماتی به شما آموزش دادیم، اما در اونجا از مثال و نمونه خیلی ساده استفاده کردیم و در اینجا قصد داریم که یک سری نکات بیشتر رو در یک مدل نسبتاً پیچیده‌تر به شما آموزش بدیم. ضمن اینکه این تنها نکته این مثال نیست. اگر شما قسمت‌های مختلف این مدل رو دقت کنید می‌بینید که پیچیدگی‌های مختلفی داره که این مثال رو به یک پروژه آموزشی خوب تبدیل می‌کنه. اینم در واقع شکل واقعی واتر پمپه که اینجا قرار دادیم برای شما، که خب دقیقاً همون مدل نیست اما شماتیک کلیش مثل مدل و عکسی که دیدید. برای شروع به کار مثل همه مسائل ما نیاز به یک ترسیمه و یا اسکچ اولیه داریم که مربوط میشه به این قسمت مدل ما. ابعاد و اندازه لازم رو فرض میکنیم که صورت مسئله به ما داده و در این شکل شما میتونید ببینید. این شکل دو بعدی اولیه‌ای که ما لازم داریم ترسیم کنیم تا بتونیم بقیه مدل رو بر اون اساس تکمیل کنیم. خب حالا اگر کمی به این شکل شما دقت کنید می‌بینید که ابعاد و اندازه‌هایی که روی شکل برای این داده شده میشه گفت که کامل نیستن. برای مثال شما الان این خط افقی اگر نگاه کنید می‌بینید که طولش داده نشده. همچنین این خط و یا مثلا خط مایل چه زاویه‌ای داره ما نمیدونیم. علت اینه که در واقع این هم یکی دیگه از جنبه های آموزشی این پروژه هست. ما خیلی از مواقع هست که تمامی ابعاد و اندازه ها رو موقع مدل سازی دو بعدی نداریم، بلکه تعدادی از اونها داده شده و بخشی دیگر رو ما باید خودمون از اندازه های دیگه و همچنین قید هایی که بین عناصر هندسی هست پیدا کنیم که در عمل هم ممکن این اتفاق بیفته. مثلا الان شما اینجا رو نگاه کنید، اینجا ما الان دوتا کمان داریم، این دوتا کمان به هم دیگه مماسن بین مرکز این دوتا قید هورایزنتال و یا افقی بودن برقرار هست و مثلا در اینجا این کمان رو داریم که خط تقارنش محور افقیه، به این دوتا خط دوباره مماس هست. اینجا این کمان رو داریم که به این خط و این خط مماس هست، اینجا هم قید مماس بودن رو داریم و اینجا قید مماس بودن رو نداریم. به این موضوع دقت کنین. خب حالا ما باید شروع کنیم طراحی رو جلو ببریم و به یک اسکچ فولی دیفایند برسیم که با مفهوم فولی دیفایند هم دوباره در بخش مقدماتی آشنا شدیم. خب من وارد محیط پارت سالید ورک میشم. برای شروع صفحه کاری تاپ رو انتخاب میکنم و وارد محیط اسکچ جدید خودم خواهم شد. اولین کاری که در این جور مسائل باید انجام بدیم اینه که با استفاده از سنتر لاین بیایم دو تا خط محور افقی و عمودی رسم کنیم که اینها در واقع خطوط کمکی هستند که ما از اونها استفاده میکنیم. در ادامه من میام این کمان رو به علت اینکه مختصات مرکزش داده شده رسم میکنم. ببینید که فاصله افقی مرکزش 2، عمودیش 1.25، شعاعش هم 1 هست. شعاع 1 میشه فی 2، یعنی قطرش رو 2 بعد وارد کنم. این فاصله 2 بود، این فاصله هم 1.25. خب در ادامه میریم سراغ این کمان، میبینیم که این فاصلهش
یک و نیمه از این سمت دوه، شعاعش هم 1375000 برای قطرم 1.375000 رو من میام ضرب در 2 میکنم تا قطر این دایره به دست بیاد. هر کدوم از اندازه ها رو که انتخاب کنید یک بار روی این فلش بزنید، فلش ها میان داخل و مقداری شکل ما منظمتر و بهتر میشه. پس تا اینجا ما اومدیم برای اون دوتا کمان دوتا دایره رو رسم کردیم. علت اینکه دایره رسم کردیم اینه که خب مشخصاتی از کمان نداشتیم که زاویه‌اشو مثلا رسم کنیم، باید دایره رو رسم کنیم بعدا بریم سراغ تبدیلش به یک کمان. خب اینجا یک خط افقی داریم که فاصلهش از راستای افقی برابر با دوه و این دایره رو قطع کرده. من الان میام این دایره این خط افقی رو رسم میکنم. فاصله دوش رو قرار میدم. این شد اون خط ما. مثلا تا یه همچین جایی اومده. حالا اگر شکل رو نگاه کنید ببینید که یه خطی هست که مماس میشه به این دایره، یک سرش به این خط ختم میشه و فاصلهش هم با راستای عمودی 525000. خب پس من اگر الان بیام این فاصله رو برابر با 525000 قرار بدم، این نقطه برای من به دست میاد. حالا لاین رو میزنم، اینجا رو انتخاب میکنم و مثلا یک بار کلیک میکنم. حالا قید مماس بودم رو با استفاده از میک تنجنت به این صورت من به وجود میارم. پس تا اینجا آمدیم، این هم که رسم کردیم. حالا این و یه خط داریم که مماس میشه به این دایره، زاویهش با راستای افقی 55 درجه است. این رو هم با استفاده از لاین من رسم میکنم. خب حالا اگر نشانگر ماسه من رو ببینید، وقتی که میارمش روی دایره یه علامت مماس خودش قرار میده. من الان یک بار کلیک میکنم، این زاویه باید 55 درجه باشه. اینو برقرار میکنم. همونطور که میبینید الان این قید مماس بودن و قید قبلی رو در محیط گرافیکی من نمیبینم. برای اینکه نشون داده بشه این قید ها، میتونید شما گزینه ویو اسکچ ریلیشنز رو فعال کنید. میبینید که قید افقی بودن، قید های انطباق و دو تا قید مماس بودن برای من در محیط گرافیکی ظاهر میشه. البته وقتی که این گزینه در حالت فعال یا آن باشه، قید ها که زیاد بشه دیگه خیلی شکل شلوغ میشه. حالا فعلا مشکلی باهاش نداریم، ولی بعدا ممکنه لازم بشه که اون رو دوباره خاموش کنیم یا آفش کنیم. خب میریم ببینیم که چی داریم. خب اینجا یه کمان داریم در این قسمت، در واقع مماس شده به این خط، مختصات مرکزش رو به من داده. 0.4 در این راستاست فاصلهش و نقطه پایانی کمان هم 1.125000 فاصله داره از محور افقی. بر راستای افقی من هیچ چیزی از مرکز کمان ندارم. با توجه به این نکته و اینکه این نقطه از خط بالای محور افقیه، میام ببینم که بعد چیکار کنم. خب اینو میاریم اینجا یا مثلا اینجا. از بین دستورهایی که برای کمان هست سنتر پوینت آرک رو میزنم. میگیم که نقطه مرکز کمان اینجاست، شروعش اینجاست، پایانش هم اینجاست. خب
خب اسمارت دایمنشن رو میزنیم، میریم سراغ اندازه گذاری. یه فاصله 14 هم دارم که اینه، یه 1.125 هزارم که اینه، یه دونه هم شعاع این کمان هست که 1.25 صدم. خب اول این 1.25 صدم رو میزنیم، بعد میریم سراغ 14 هم. یک ماه 125 هزار. خب یه قید مماس بودن هم من باید اینجا برقرار کنم، دوباره میک تنجنت. خب پس تا اینجا کار ما اومدیم، بریم سراغ ادامه شکل. یک خط دارم که با راستای افق زاویش 12 درجه است و هیچ چیز بیشتری به من داده نشده. خط رو میام رسم میکنم. این خط زاویه چقدر؟ 12. اینو وارد میکنم به این صورت. خب بعد از اینجا من دو تا کمان دارم، این کمان و این کمان که شعاعشون با هم ایکوال برابرم و 375 هزار. دستوری که اینجا باید استفاده کنیم تیری پوینت آرک، یعنی کمان با داشتن سه نقطه میشه نقطه اول، نقطه دوم و مثلا نقطه سوم. دوباره نقطه اول، نقطه دوم، نقطه سوم. آر چقدر بود؟ 375 هزار. همینطور این 375 هزارمه. قید مماس بودن رو داریم اینجا و اینجا، میک تنجنت. یه قید دیگه هم داشتیم که این دوتا در راستای افقی باشه، این میک هورایزنتال. حالا میریم سراغ قسمت بعدی که یک کمان هست، آرش 5.5، مرکزش این نقطه است که فاصله مرکزش تا راستای افقی 2.75 صدم داده شده. دوباره میام سنتر پوینت آرک، چون که مرکز رو به من داده، میام رو نقطه ای بر روی محور عمودی کلیک میکنم، بعد روی این نقطه، بعد اینجا شعاع 5.5، فاصله مبدأ تا مرکز کمان 2.75 صدم. فقط توجه کنید یه اشتباهی ممکن اینجا پیش بیاد، این کمان رو یه بار روش کلیک کنید این نقطه مرکزش، مطمئن بشید درست انتخاب کردید، چون ممکنه مثلا این نقطه بالای این سنتر لاین رو اشتباهی انتخاب کنید. بهتره که اصلا اینو مقداری ما بالاتر ببریم. پس دقت کنید که نقطه مرکز کمان رو وقتی که موس میبرید روش اینجا هایلایت میکنه، اون رو انتخاب کنید که اشتباهی در انتخاباتون نداشته باشید. خب دوباره این کمان به این کمان بزرگتر تنجنت هست. دوباره میریم سراغ شکل. یه خط افقی دارم که فاصلهش دوباره 2ه، اینو میام رسمش میکنم. خب فاصله 2 رو وارد میکنیم و میریم سراغ ادامه کارمون. این قسمت ما یک کمان داریم که در واقع وسطش روی محور افقی دو تا خط داریم با زاویه 65 درجه که مماس هم به این، انتهای این خط هم میرسه به خط اولی بالایی. خب به نظر میرسه که من الان باید خط مثلا تا همچین جایی بیارم، سنتر لاین هم میکشم این برتر، اندازه رو جابجا میکنیم. خب اول بیام این کمان رو رسم کنم. شعاع کمان چقدر؟ 1.25 صدم.
یک و 25 صدم. حالا نقطه یه مرکز کمان رو انتخاب میکنیم، این نقطه و محور افقی. میبینید که قید مید پوینت رو من ایجاد کردم و الان مرکز این کمان، این نقطه وسط کمان، مرکزش نیست، وسط کمان منطبق شد بر راستای افقی. خب حالا اگر من الان یک لاین رو به این صورت ترسیم کنم، زاویهش رو باید چند قرار بدم؟ 65. شست و پنج درجه. این دوتا هم قید تنجنت باید داشته باشن و به همچین چیزی میرسن. دوباره دستور لاین، اتصال، زاویه رو دوباره 65 درجه قرار میدم. خب حالا برمیگردیم به اسکچ خودمون، میبینیم که یه اندازه افقی داریم که از این نقطه هست تا وسط این کمان و برابر با 9 داده شده. این اندازه رو هم باید ایجاد کنیم، یعنی این نقطه تا اینجا در راستای افقی برابر با 9 داده شده. بعد از انجام این کار باید قسمت های اضافی رو حذف کنیم. برای انجام این کار من دستور تریم رو اجرا می کنم. دقت کنید که باید در حالت تریم تو کلاسست باشیم تا با یک بار کلیک کردن بتونیم بخش های اضافی رو حذف کنیم. خب من این چند تا بخش رو حذف کردم، دو تا اتفاق افتاد. اتفاق اول رو که حتما دیدید این بود که اومد و این شکل بسته منو به صورت سایه زده شده نشون داد، قبلش اینجوری نبود. اینجا گزینه‌ای داریم به نام Shaded Sketch. Shaded Sketch باید البته روشن باشه، اگه خاموش کنیم سایه نمیزنه. Shaded Sketch امکان بسیار خوبیه و میاد میگه که آقا من در محیط اسکچ قسمت های بستر رو که مرز بسته دارم برای شما سایه میزنم که بدون این قسمت بسته است. چون که خیلی از وقتا بود مثلا در ورژن های قبلی سالید این امکان نبود، ما میمدیم همچین شکلی رو میکشیدیم، مثلا اینجا این خط و این کمان منطبق نبود، یعنی خط یک کم اینورتر بود یا یک کم باز بود و متوجه نمی شدیم، بعدا در محیط پارت به مشکل می خوردیم. ولی این امکانی که گذاشته به ما کمک میکنه که فقط وقتی که اسکچ کامل شده از لحاظ بسته بودن این شکل رو به صورت سایه زده شده ما ببینیم و جلوی اشتباه ما رو در واقع میگیره. این اتفاق اولی بود که افتاد. اتفاق دوم این بود که این پایین نوشت fully defined، یعنی اینکه اسکچ شما از لحاظ هندسی به صورت کامل مقید شده الان و هیچ گونه تغییر دیگه ای نمیشه با کلیک و درک کردن در این شکل ایجاد کرد. کار ایجاد اسکچ ما تموم شد. در این مرحله ما آماده هستیم که به محیط پارت وارد بشیم.